من ماشین از اون اینه که من تک ماشین گروه ایت بیه. تحسن جمعی از مردم سیل زده آقلا در مقابل فرمانداری رژی. گمیشان در استان گلستان بار دیگر به زیر آب رفت. خطر سیل در استان خوزستان و تخلیه 11 روستای شوش در حاشیه رودخانه های دز و کرخه. اون ماشین از اون اینه که من تک ماشین گروه ایت بیه. اکی ماشین بطاق گلیه. جمعی از مردم سیل زده آقلا روز شنبه در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت وخامتبار آنها در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تحسن کردند. یکی از ماموران نیروی انتظامی قصد دستگیری یکی از تحسن کنندگان را داشت که با ممانعت و هو کردن مردم خشمگین مواجه شد و عقب نشینی کرد. چند تا خراب کردی؟ چی میگی؟ چک بابا چک. امروز 10/1/98 ساعت 12:30 شور و شوق امداد رسانه. روز شنبه سطح آب در شهر آقلا در استان گلستان بار دیگر افزایش یافت. به اعتراف فرماندار رژیم در این شهر 40% شهر در زیر آب قرار دارد. وزیر ارتباطات کابینه آخوند روحانی روز شنبه افزایش سطح آب در شهر آقلا را تایید کرد و گفت برف بالادست در حال ذوب شدن است و پیش بینی می شود سطح آب در آقلا مجددا افزایش یابد. رئیس ستاد مدیریت بحران رژیم در استان گلستان گفت احتمال به زیر آب رفتن گمیشان وجود دارد و مردم به نقاط امن بروند. جمالی اعتراف کرد مردم برخی شهرها و روستاهای استان گلستان 12 روز است که با سیلاب دست و پنجه نرم می کنند و در بیشتر نقاط استان خانه هایشان تخریب شده یا آسیب دیده است. به دنبال هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران در روزهای یکشنبه و دوشنبه و خطر سیل، 11 روستای حاشیه رودخانه‌های دز و کرخه در شهرستان شوش تخلیه شد. بنا به گزارش‌های منتشر شده بیش از 443 خانوار با 2373 نفر جمعیت در روستاهای حاشیه رودخانه‌های دز و کرخه در معرض خطر سیلاب سکونت دارند. استانهایی که طی 2 روز آینده در معرض سیل قرار دارند عبارتند از خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال بختیاری، کوهگیلویه و بوی رحمت، لرستان، غرب استان فارس، جنوب و شمال غرب اصفهان، نیمه شمالی بوشهر و جزایر شمالی خلیج فارس. تلویزیون رژیم روز شنبه در بررسی تحولات سال 97 نسبت به استرداد اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم در آلمان و استرداد وی به بلژیک سوز و گداز کرد و گفت در تهران سفیر آلمان در اعتراض به اقدام این کشور در استرداد یکی از دیپلمات‌های کشورمان به بلژیک به وزارت خارجه فراخوانده می‌شود. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در اتریش چندی قبل به اتهام واهی تلاش برای کمک به طرح دو تبعیه بلژیکی ایرانی درباره حمله به اجتماع منافقین در پاریس در آلمان بازداشت می شود. اروپایی ها نشان می دهند در مواقع خاص کاملا مثل هم عمل می کنند. ارتش ملی یمن اعلام کرد عملیات گسترده‌ای در منطقه بنی حسن در استان هجه این کشور انجام داد و توانست 10 تن از شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران را به اسارت گرفته و مقدار قابل توجهی تسلیحات آن را به غنیمت بگیرد. در این عملیات چند تن از سران شبه نظامیان حوثی کشته و زخمی شدند. مهدی عبدالله المؤید یکی از سرکردگان شبه نظامیان حوثی است که در این درگیری‌ها کشته شده است.